الان براتون تقدیم میکنم. تشکر که وقت گذاشتیم و پیش از که سوالا رو شروع کنیم، من میخواییم که براتون تبریک بگویم. این دستاورده که شما حاصل کردین واقعا افتخار بر افغانستان است و افتخار میکنیم به شما و جوانا، واقعا جای افتخار است. اما یک چیز برام جالب بود که شما چطور که خواستین یک موتر سپورتی بسازین؟ وقتی که چند نوع موترها هست، اما شما خواستین که یک موتر سپورتس کار بسازین. چی شد که شما خواستین به قسم یک موتر جور کنین؟ سلام، بنده احمدی هستم، مدیر عامل شرکت انتا. دلیلش اینه که این مزیت رقابتی ما بود. هنر انتهایی توش نیست، محدودیتی توش نیست، در اختیار هم است. ما توی این صنعت، توی این فیلد موتور اسپورت، هنر خیلی نقش پررنگی داره. توی کلاس‌های دیگه خودرو خیلی نقش تکنولوژی مهمه یا نقش علم مهمه. بله، ما یه سری عقب موندگی‌های توی این زمینه‌ها داریم، ولی توی زمینه هنر نه. از این مزیتمون استفاده کردیم و اومدیم به این سمت و امروز خوشبختانه به این نقطه رسیدیم. بسیار خوب. و بیادتان از دفعه اول که این ایده یا این انگیزه دکلیتون که آمد یاده که خواستین که امون یک چیز جور کنین، دفعه اول که امی انگیزه آمد دکلیتون چه وقت بود؟ به این شکل نبوده که ناگهانی به ذهن ما رسیده باشه. ما یه شرکت فنی مهندسی، پروژه های مختلفی داشتیم، دو تا سه تا پروژه کار کردیم و تو مسیر دقیق یادم نمیاد که چطور رسیدیم به این ایده، ولی خب نتیجه شد چیزی که الان میبینید. فکر نمی‌کنم بقیه پروژه های دیگه هم به این شکل باشه. آیفون یا پروژه های دیگه هم ناگهانی خلق نشده. اینا نتیجه انباشت تجربه است، نتیجه انباشت علمه. برای ما هم به همین شکل اتفاق افتاد. تا یه جایی ما نیاز به لبریز شدن اون ضعفمون داشتیم و وقتی به اون نقطه رسیدیم این اتفاق رقم خورد. به شکل ناگهانی نبوده که یه ایده خلاقانه پشتش باشه یا از الهام اومده باشه، خیلی تدریجی بود. سعیز، مگر هدفم این بود که وقتی که بعض وقت آدم کودک که می باشه یا نوجوان می باشه، یک آرزو داره یا یک اندیشه داره که من می خواهیم کلان شام، تو چیز جور کنم یا تو چیز شوام. من از اون نگاه گفتم که دخورتر از دوران کودکی از دوران کودکی خیلی آرزو داشتم، ولی تنها چیزی که جزء اون لیست نبوده دکتر بود شدم بوده. به غیر از دکتر شدن آرزوی هر چیز دیگه ای که شما فکرش بکنید بله داشتیم. و این مهندسی خیلی، چون زمینه خانوادگی هم داشتیم، شغل پدری بوده، پدرم ریختگر بودم و به هر حال مام تو اون فضا بزرگ شدیم و دنبال راه پدرم. بسیار خوب، بسیار خوب. و بغیر دیگه که این تولید افغانستان است، دیگه کدوم ویژگی خاص این موتر داره که بتونین اگر توضیح بدین که از دیگه موترها کده بهتر تر است، یا یک ویژگی یا چند ویژگی خاص که داشته باشه چی است؟ ببینید، یه قسمتی از اینکه مردم چرا انتخاب میکنن که موتر ما رو داشته باشن یه موتر دیگه، برمیگرده به زاویه دیدشون نسبت به دنیا، زاویه دیدشون نسبت به هنر. این خیلی فطریه، تو انسان مختلف متفاوته. یه نفر تمایل داره به سمت شرکت ما، یه نفر اینطور نیست. این بحث زیبایی شناسی که نمیتونید در موردش صحبت کنی، ولی یه قسمتی از توجهی که به سمت ما شده به خاطر داستان خوبیه که ما داشتیم. ما از افغانستان به همون شکل سنتی که استارتاپ ها میان بالا، ما به همون شکل اومدیم بالا. این برای مردم جذابه. یه قسمتش هم اینه. یه قسمت دیگه هم به خاطر بیزنس پلانیه که ما داریم. ما برنامه داریم که این موتر رو از یک کالای اشرافی تبدیل کنیم به یک کالای کاملا مصرفی. چیزی که امروز این موترها هستن یک کالا نیست، یک پرستیژه. متوجه این؟ ما نمیخوایم پرستیژ باشیم، میخوایم کالا باشیم. این شاید بزرگترین تفاوتش باشه. بسیار خوب، بسیار خوب.
و طبعا شاید از نگاه کمپانی انتاپ اولین بار باشه که شما تو یک موتر جور کردین و منعیس تجربه اولتان چی چیزها رو آموختین و چی چیزها رو مثلا دیگه دفعه اگر موقع مساعد شوه که وقتی که موتر بسازین یا یک چیز دیگه بسازین که بخواین که بهترتر شوه که اون کمبودی ها رو که شاید شما حس کرده باشین تا دفعه اول بود که دیگه دفعه یک چیز بهترتر اجرا شوه و چی چیزها بود که دیگه دفعه شما میخواین که پورا کنین؟ من به اگه یک بار دیگه برگردم همین مسیری که اومدم یا الان دوباره میخوام یک استارتاپ دیگه لانچ کنم، در کنار اینکه کارمون موتر میسازیم یا تیاره میسازیم یا ایکس رو میسازیم، در کنار ساختن اون محصول تیم من رو همون از ابتدا سعی میکنم که سریعتر بسازم و نگرش دارم و دیولپش کنم. چیزی که ما امروز رسیدیم به این نقطه، یه قسمت اعظمش نقش بزرگ تیم بوده. شاید این بزرگترین شانس زندگی بوده که یه تیم منسجم و کارآمد دارم و افتخار همکاری باشون رو دارم. قطعا چیزی که خیلی روش تاکید دارم اینه که تیم سازی خیلی مهم. دقیقا راست میگین. و شما چی چالش ها را براشدین که چی چالش ها را پشتون یا پشت سرتون گذاشتین تا که بتونین که یک موتر جور کنین؟ چه قسم چالش ها بود در پشتون؟ چه چالش هایی بگیم نبود؟ سوال اینطوری بپرسیم بهتر. از همین برقی که ما الان داریم استفاده میکنیم، همین برق چالش تو افغانستان چالش بسیار جدیه. تو پارک های صنعتی ما تو 48 ساعت فقط 8 ساعت برقه و این 8 ساعت چیزیه که ما با افتخار میگیم که 8 ساعت برق ما جدیدن روزانه 8 ساعت برق داریم. اینترنت مشکله، برق مشکله، تامین مالی مشکله، خود ساختار شهر مشکله. شهر برای یک شهر صنعتی ساخته نشده، یک شهر سیاسی است. هر چیزی که فکر کنید مشکله، ولی کجاست که این مشکلات رو نداشته باشه؟ هر کسی به فراخور موقعیتی که توش هست مشکلات و چالش ها رو داره و این نباید باعث بشه که جلوتون گرفته بشه. مشکلات زیادی هست ولی ما همچنان با این مشکلات این کار انجام داریم. بله. و یک دفعه دیگه هم از آقای حمدی که چالش نباشه بزده او کار کیفیت نداره. یک چالنج که نباشه نمیشه. به نظر خودم خواهم داره. بله. هستی من هم یه ولی من تا به تجربه شنداشتم که کار بدون چالش چطوری میتونه انجام بشه. بله. بسیار خوب. و من در مصاحبه قبلیتون که دیده بودم، من هی رو حس کردم که شما بسیار عاشق کارتان هستیم، بسیار علاقه دارین به می کارتان. و شما وقتی که این موتر جور میکردین گفتین که نمیخواین که یک دقیقه رو ضایع کنین، میخواین که امی جور شوه. و سوال سر وقت، وقتی که انسان میخواید که به یک موفقیت برسه و میخواید که یک چیز رو بدست بیاره یا تایید کنه یا یک موفقیت به دست بیاره، چقدر مهم است که آدم وقت در نظر بگیره؟ وقت چقدر اساس است از این نگاه به نظر شما؟ ببینید خیلی مهمه، ولی من فکر نمی کنم که اتفاقات اینقدر مهندسی شده اتفاق بیفته.
یه موقعی هست شما تمام قوانین فوتبال میدونید که باید به چه شکلی گردش توپ اتفاق بیفته، بازی تیمی اتفاق بیفته، ولی تو صحنه عمل شاید جور دیگه اتفاق بیفته. ما با همین سطح دانشی که داشتیم، با همین تجربه‌ای که داشتیم، چه لحاظ فنی چه لحاظ کار تیمی، به هر حال ما این کار رو انجام دادیم. ما شاید اصلا نمیدونستیم که نقش زمان مهمه، در طول کار اینو متوجه شدیم. به این شکل که بگیم فرمول خاصی هست که شما اگه نقش زمان رو مهم بدونید، نقش تیم رو مهم بدونید، نقش تامین مالی رو مهم بدونید، به نظر من اینطوری نیست. در دل کار انسان رشد میکنه. مهم اینه که از تجربیاتی که میگیره به عنوان یک درس استفاده کنه. نقش زمان خیلی مهمه، ولی گفتن این که الان زمان مهمه، این مثل یکی رو نصیحت میمونه. و برای کسی که در اگه بخوایم منطق زمانی حساب کنیم، در جایگاهی که ما روز اول شروع کردیم الان باشه و مخاطب این ویدیو من و شما باشه، اون آدم اینو به شکل یک نصیحت میبینه که نقش زمان مهمه. ولی ددلاین خیلی مهمه، بودجه بندی خیلی مهمه، کار تیمی خیلی مهمه. شاید آخرین چیزی که میتونه مهم باشه ایده است. ایده شاید در آخرین مرحله باشه، ولی چیزی که رسانه‌ها تبلیغ می‌کنن اینه که ایده خیلی مهمه. نه، اینطوری نیست. بله، زمان خیلی مسئله مهمیه، ولی گفتنش تو این لحظه مثل یکشون نصیحت مونه و من ترجیح میدم که نصیحت نکنم. صحیح. و این کاری که شما کردین، به نظر شما چی تاثیرات سر جوانا گذاشته؟ امی که شما را دیدن حتما خودشونم علاقه گرفتن، یا امو یک هیجانی حتما به خودشونم وجود رخ داده که یعنی که این جوان که تانستم، ما میتونیم، یک امید است. به نظرتان چقدر سر روی جوانا تاثیر گذاشته موفقیت شما که شما را دیده؟ به نظرتان فکر کنم ما چند هزار مایلی با هم فاصله داریم، با جایی که شما هستین یه 5000 مایلی تقریبا فاصله داریم. حتما انقدر تاثیر گذاشته که ما این روز و این ساعت از روز داریم با هم صحبت میکنیم و با فاصله 5000 مایل تاثیرشو داشته. برگردم به دو تا سوال قبلیتون، این که شما گفتین خیلی عاشق کارتون هستین و یک دقیقه هم میس نمی‌کنید. بله، ما عاشق کارمون هستیم، ولی چیزی که منو بیشتر به وجد میاره این امکان تغییر دادن، این که من میتونم، من به منظور انتخاب، ما میتونیم جزی از راه حل باشیم، جزی از مسیر تغییر باشیم. این تاثیرگذاری، این خیلی ما رو به وجد میاره، این خیلی به ما یادآور میشه که چه مسئولیتی روی دوشمون هست. چیزی که ما عاشقش هستیم و ما رو شوق زده میکنه اون مسئله تغییره. کار ما ایجاد تغییر بوده. ببینید، یه چیزی هست که میگن دومینو افکت، مثل بهار عربی که 2011 اتفاق افتاد از کشور تونس و ظرف یک ماه تقریبا 20 تا کشور نظام سیاسیشون تغییر کرد. ما خاورمیانه، بزرگترش نمیدونم، خاورمیانه مشکلات مشترک داریم، راه حل‌های مشترک داریم، دغدغه‌های مشترک داریم. شاید این انتاب اون دومینوی اولی بوده که این دومینو افکت رو شروع میکنه. و اگه بهار عربی یک روزی رسید به افغانستان، شاید از این طرف بهار افغانی راه بیفته بره به اون سمت. ما دیدمون به این مسئله به این شکل، صرفا یک موتر خرد نمیبینیم، تغییر بسیار بزرگی اتفاق افتاده. این که ما اسم موترمون رو از هلمت تغییر دادیم به قوی سیاه، دلش همین. اگه شما یک بار رو ویکی‌پدیا تئوری قوی سیاه رو سرچ کنید، متوجه میشید که چرا اسم این موتر رو گذاشتیم این و چطور شد برسیم. بله، من شنیدم. چقدر مهم است که جوانای مثل شما آره باید تشویق شوه، باید اما تو برشان موقع مساعد شوه که امو استعداد که دارن، چی از نگاه تیم، چی از نگاه خودشان، چقدر مهم است و چقدر نیاز به تشویق دارن به نظرتان کسایی که در افغانستان است؟ ببینید، دولت ها یک هر چقدر همچه خوب باشن، یک در ذاتشون بسیار بزرگن. این بزرگ بودن باعث کرختی میشه. مثل یک فرض بکنید که یک کشتی تایتانیک حتی اگه کوه یخ رو پیش روی خودش هم ببینه، تغییر مسیر براش بسیار سخته. بعضی مواقع تغییر از بالا به پایین شکل میگیره، از دولت به سمت ملت. بعضی موقع از پایین به سمت بالا اتفاق میفته. من فکر کنم تو افغانستان یا تو کانسپتی که ما، کانتکستی که ما زندگی میکنیم، خاورمیانه، کشوری که مشکلات شبیه ما دارن، کسی اصلا نباید به فکر
حمایت باشه، نه سیستم اقتصادی به این شکل، نه اصلا واقع بینان است این مسئله، و نه اینکه کسی که یه همچین کاری میکنه و میرسه به نقطه‌ای که شاید ما الان رسیدیم بهش، آدمای جایزه بگیر به این نقطه نمیرسن. جایزه بگیرها جذب گروه های مافیایی میشن و مسیرشون مشخصه. منتظر حمایت و تشویق و اینجور مسائل نباشن. گفتم یه تغییری باید ایجاد شه. تغییر وضعیت قطعا چالش های بزرگی دنبال خودش خواهد داشت. حمایت که نداره، تشویق که نداره، خیلی مخالفت هم باش داره. ولی من میگم توی این جغرافیا کسی منتظر تشویق نباشه. اگه منتظر تشویقه، از این کسب و کار بزنه بیرون. و حالی که مردم بشناسیتون، چیره برجسته شدین با افتخاراتی که کسب کردین، فیدبک، جالبترین فیدبکی که شما حاصل کردین کدام فیدبک بوده؟ یک کامنتی من دریافت کردم، فکر کنم یه خانم احتمالا میان سالی بودن، گفتن که من 10 روز روزه میگیرم و پولشو میفرستم برای شما. این یکی بود. یه مسئله دیگه که ما باش مواجه شدیم، یک نفر دست بنده رو بوسید، من متوجه نبودم. از اون روز به بعد زندگی از اونی هم که بود بسیار برای ما سخت‌تر شد و اون مسئولیت اجتماعی که الان دوش ما هست بسیار سنگین‌ترم کرده از اون چیزی که به نظر میرسید. خود اگر اما تو یک کار که کنه خود تاون دیگه، افتخار ما سین واقعا. ما صرفا انجام وظیفه شدیم. و یک گپ جالب هم میخواستم یاد کنم، تا جایی که من شنیدم شما در ایران بودین به یک چند مدت و در اونجا درس خواندین، پنتون خواندین، اما وقتی که شما پنتون میخواندین یا میخواستین شامل شوین، ایرانی ها فکر نمیکردن که شما بتونین درس بخوانین یا شما بتونین که اتو یک دستاورد به دست بیارین، و وقتی که دیدن که شما تانستین، باز این گپ در ای رسید که گفتن ای به نام ما تیرکو، ای بگو که ای از ایران است مثلا. حالا که شما این دستاورد به دست آوردین، پیامتون به اون مردم که شما سر شما باور نداشتست یا سرتان تمسخر میگن، پیامتون چی است؟ چی میخواین بگوین برشان؟ نه ببینید، یه سری شایعات تو شبکه‌های اجتماعی پخش شده. من پدرم بسیار انسان مغروری است، منم هم همینطوری بار آورده. من هیچ موقع احساس نکردم که چیزی کم دارم از کسی یا منتظر تایید کسی باشم یا تایید کسی منو خوشحال کنه. توی مدرسه، توی دانشگاه هم همیشه نمره اول بودم، نه اینکه برام اول بودن مهم باشه، این اتفاق می افتاد، جزئی از داستان بود. تو ایران من اصلا این کارو شروع نکردم. تو ایران خیلی دوستای خوبی داشتم. بله یه سری کم و کاستیایی هست، ولی من دیدم نسبت به دنیا دید سیاه‌سفید نیست. من معمولا یک کیفی از خاکستری، نه حالا تیره‌تر، روشن‌تر، به این شکل مسئله نگاه میکنم. ملت ایران نمره قبولی رو واقعا در مهمان نوازی میگیره. هر کسی که رفته اگه واقعا منصفانه اینو نگاه کنه، چیزی که من امروز هستم یه قسمتش قطعا به خاطر معلما و دوستانی که در ایران افتخار آشنایی باشون رو داشتیم بودن. تو افغانستان ما این کار رقم زدیم. ببینید، ساختار شکنی اصلا نوآوری از اون قانون شکنیه میاد، این اصلا پذیرفته شده نیست. نزدیکترین کسا هم مسخره میکردن. این یه روز و دو روز نیست، این سبک زندگی من شده بود که هر روز ببینم که صبح بلند میشم یک نفر منو مسخره میکنه، نون میخرم دوباره یه نفر دیگه منو مسخره میکنه. بعد از یه مدت اصلا عادی میشه، برات مهم نیست که مردم چی میگن. توی ایران من زندگی خوبی داشتم، بله کم و کاستیایی بوده، ولی چیزی که براش پدرم رفته بود، ما فقط رفته بودیم که درس بخونیم، درسمون تموم شد برگشتیم کشور خودمون. به غیر از اون من دیگه نه انتظار مهمون نوازی داشتم، نه انتظار هیچ چیز دیگه نداشتم. ما رفتیم برای درس خوندن، فکر کنم بهترین تحصیلی که میشد داشتیم و برگشتیم کشور. بسیار خوب. میگن که امی دستاورده که داشتین یا این موتر یک سیمبول است، یعنی که سیمبول از اینکه افغانستان چقدر پیشرفت کرده، چقدر امکانات داره، چقدر میتونه اگر شرایط مهیا باشه. و این یکی از شخصایی که در دولت بودن، نمیخوایم گپ سیاسی بسازم، گفتن که این موتر یعنی که نام افغانستان یا نام ملت ما را بلندتر کردن و بسیار یک افتخار است برای افغانستان. به نظر شما
تا چی اندازه تانسته که این موتر این کار کنه؟ به نظر شما اگر شما کمک پرداز بکنید به این موضوع. ببینید اگه یه آماری بگیریم، مثلا 10 نفری که تو سرک رد میشن ما رو میبینن، 11 نفر ابراز احساسات میکنه و همشون جدی گرفتن. ما اگه میگیم شرکت کنیم تو مسابقات لمان جدی میگیرن، اگه میگیم شرکت کنیم تو نمایشگاه ژنو، این لیبل ها، این اسمایی که من بیان میکنم، اینا بزرگترین توی صنعت خودشون هستن، سابقه 100 ساله دارن، مردم باور کردن. الان مایندست، طرز فکر از ما هرگز نمیتوانیم تغییر پیدا کرده به ما توانستیم، از فعل گذشته استفاده میکنن. مسئله اینه که این به شکل یک جرقه دیده نشه، متوجه این؟ اینی که بعد از ما چه اتفاق میفته، اینکه پروژه های بعدی تو مرکز نوآوری اتفاق میفتن یا نه، یا اینکه سرنوشت پروژه خود ما چی میشه، این باعث میشه که از جرقه تبدیل بشه به روند. این روند، من قسمتی از این روند رشد، روند صنعتی شدن، روند ثبات خواهم بود. روند و ملت رقم میزنه، فقط جرقش با ما بوده. الان حتی اگه شرکت ما نابودم بشه، ملت دیگه مسیر رو پیدا کرده و خودش این روند رو رقم میزنه. به نظر من این روند آروم آروم داره شکل میگیره. خواهش من دارم، من خواستم که همکارام هم نشون بدم 11 شب جناب ساقی، مدیر فنی شرکت، آمیلات، گرافیست شرکت، آقای دنی، زحمت عکسایی که میبینی میکشن و پاس میبیه بالا و بله زبان نوشتاری شرکت ما، هرچی مکاتبه ما داریم دوستان انجام میدن. کسایی هستن که از 5 ماه بگیر تا 5 ساله که با ما همکارن. این قسمت از قضیه رو هیچ موقع هیچ کس نایده بود، گفتم که من از این تریبون شما استفاده کنم این کار رو. چرا نه، خوشحال شدم. آله بیاییم سر دیگه بزنیم که شما در قطر یک نمایش، یک اگزیبیشن شو دارین و طبعا یک گپ خوشحالیست. منتظر چی هستیم که رخ بده در این نمایش کنم؟ ما نمایش رو قطعا شرکت کنیم، بازخوردی که میخوایم قطعا میگیریم، فقط مسئله اینه که مسئله زمان. دوست داریم این فرصتی که الان برای افغانستان شکل گرفته، این هدیه‌ای که داخل دامن مردم افغانستان افتاده، این زودتر تبدیل بشه به اون روند، قبل از اینکه خدای نکرده اتفاقی بیفته که در دست ما نباشه. احتمالات برای هیچ کس، هیچ موقعی چیز 100% نیست. فقط دوست داریم که اگه میشه زودتر اتفاق بیفته، ولی همون جمله معروف که میگه دیر و زود داره سوخت و سوز نداره، قطعا انجام میشه. تنها چالش اینه که اگه میشه زودتر انجام میشه. خب بخیر باشه. و چه وقت است باز؟ دمی ماست یا نه؟ فوریه 2023 بود که ما فکر کنم رد شدیم فوریه. این به دلایلی که خودشون عنوانم نمی کنن، نمایشگاه اتومبیل ژنو و وزارت گردشگری قطر اینو منتقل کرد به اکتبر 2023. فکر کنم از این تاریخی که ما صحبت کنیم 8 یا 9 ماه دیگه است. این به هر حال یه سری هماهنگی ها تو مملکت ما یک مقداری زمانبر هست. من احساس می‌کنم اتفاقا به سود ما بوده که این افتاده عقب، که ما بتونیم هماهنگی ها رو انجام بدیم و حضور پرقدرت و آبرومند تو این نمایش داشته باشیم. بله خب میگن اچی خالی از خیر نیست، حتما شاید خیرتان باشه. میگه دی راه درست آید. دقیقا. بله. و یک گفت دیگه که جالب که طبعا آل خو رسانه اجتماعی خو ارگب زود تیت میشه، بسیار از کسا یا بعضی از کسا میخواین که صاحب این موتر شون، بعضی ها میگن که من میخوایم بخرم، بعضی ها میگن من میخوایم بخرم. واقعیت این موضوع چیه؟ ای آیا فروخته میشه یا نمیشه، یا به دست کی میرسه این موتر آخر؟
قطعا که فروخته نمیشه، این جزئی از حافظه تاریخی ملت ماست، این دیگه من احساس کنم که در اختیار خود ما نیست، این قطعا در اختیار ملت. این از این مسئله. اون شایعاتی که پخش میشه تو، من فکر کنم تو دو سه کاتگوری جا میگیره. یکیش اینه که اخبار زرد صرفا شایعاته، اون شخصی هم که از طرفش بیان میشه که اون آدم درخواست خرید این موتر داره، خودش روحش هم خبر نداره. یه سریش اخبار زرد، یه سریش موج سواریه، یه سری دوستان روی موج تبلیغاتی که شکل گرفته میخوان سوار بشن و اهداف خودشون دارن. یه سریش هم واقعا از حب میاد، از امید، از محبت میاد، محبت. دوستان، بله دوستان، مردم لطف دارن و احساس میکنن که پیشنهاد خیلی خوبی دادن. ولی یه قسمتیش، من محمد رضا احمدی هستم، شهروند افغانستان، یه قسمتیش من محمد رضا احمدی هستم، مدیر عامل این شرکت. اعداد ارقامی که تو شبکه اجتماعی بیان میشه، این اعداد ارقام حتی در حد یک حراجی ساده نیست. اون چیزی که ما داریم در موردش صحبت کنیم، این یک آیدیاس، یک بیزنس کامله. اعداد ارقام مثل نیم میلیون دلار و اینا اصلا شوخی نیست. بله بله. خب و میخواستم بگویم آلی که شما این کار کردین و تنها افغانستان نه، بسیار از مملکت های خارج هم دومین کارتان زیاد خبر ها، چیز خبر شد، بسیار داغ شد، موضوع داغ شد که این توجه خارجی ها رو جلب کردن. اگر بر شما پیشنهاد شود که شما در خارج بیاین و همکاری کنین و امین کارتان پیش ببرین، من ایسا یک میمان، تو نه که دائمی بیاین، مگر من ایسا یک میمان برتان دعوت نامه شود که این آقای احمدی، ما میخواییم که همکاری شما رو داشته باشیم در این باری که بسیار شبکار شما داره، شما قبول میکنین دعوتشان که بیاین که امرشان همکاری کنین در خارج؟ ببین خیلی این مسئله به این سادگی نیست. معمولا اقتصاد یک مسئله دینامیکه و جوابایی که ما داریم جوابای استاتیکیه که از مسائل دیگه برداشت کردیم و میخوایم مسائل جدیدم باش پاسخ بدیم. من یه مثال کوچیک بهتون بدم، یک محصول باید جایی تولید بشه که فروخته میشه، یا جایی تولید بشه که مزیت رقابتی داشته باشه. ما بازار آمریکای شمالی رو داریم، بازاری که بالقوه است در حال حاضر، بازار آمریکای شمالی رو داریم، بازار اروپای غربی رو داریم، حوزه خلیج فارس رو داریم و جنوب شرقی آسیا. ما تو این 4 تا حوزه باید 4 تا فابریکه داشته باشیم و یک فابریکه هم احتمالاً داخل افغانستان احتمالش قوی هست، به شرطی که ما کارهای خونگی خودمون هم انجام بدیم. این که برمیگرده به این که ما از کدوم بازارمون چقدر مشتری خواهیم داشت. اگه ما 40% از مشتریامون از بازار آمریکا باشن، احتمالاً یه عددی نزدیک به همون 40% از تولیدمون هم داخل آمریکای شمالی خواهد بود. اگه این مسئله برعکس باشه، آسیای شرقی بیشتر بازار فروش ما باشه، ما احتمالاً سنگاپور یا مالزی هدف ما باشه، حوزه خلیج کشورهای مثل قطر یا امثال هم، اروپای غربی یا آمریکای شمالی. حوزه‌ای که ما هستیم در حال حاضر مشتری بالقوه به اون شکل نداره، ولی ما کارهای دیگه ای داریم. ما نیروی کار ارزون داریم، ما میتونیم که لیتیوم یا باتری هایی که تو موتورمون تولید میشه رو از افغانستان تامین کنیم. قطعا افغانستان در آینده خودروهای برقی، در آینده تغییرات اقلیمی یا مبارزه با تغییرات اقلیمی قطعا نقشه مهمی خواهد داشت. شاید کارخونه اسمبلی موتور نباشه، ولی قطعا قلب تپنته موتور، اون باتری، اون انجینش رو خواهد تولید خواهد کرد. اینو باید در آینده ببینیم که ما ترای کنیم ببینیم کدوم بازار بیشتر طالب جنس ما هست و ما احتمالاً 4-5 جا فابریکی خواهیم داشت. بله، ما حتی اگر ما دعوت هم نشه، ما ناچاریم که همچین کاری انجام بدیم. این که ما در افغانستان تولید کنیم، کشوری که مرز آبی نداره و بخوایم از طریق زمین اونو منتقل کنیم تو آمریکای شمالی، این اصلا خوشمندانه نیست. بله بله. و دیگه کدوم هدف دارین؟ حتما یکی از جزء خوابایتون بود یا هدفایتون بود که می افتخار به افغانستان بیارین، دیگه کدوم هدفتون مونده که میخواین که بر افغانستان افتخارات بیارین و کسب کنین؟
ببینید ما چرا امروز رسیدیم معتری درست کردیم که به غیر از افغانستان دنیا در موردش داره صحبت کنه. تنها یک بازار وجود داره و اون بازار جهانیه و برای ما افغان ها تنها یک خونه وجود داره و اون افغانستانه. ده. من اینو به عنوان کسی که 26 سال در مهاجرت زندگی کردم اینو بهتون میگم، خونه ای به غیر از افغانستان برای ما نیست. به عنوان یک فعال اقتصادی هم میگم بازاری به غیر از بازار جهانی نیست. هر کسی دیدش منطقه‌ای یا ملی اون قطعا یا شکست می‌خوره یا به اون حد نمیتونه رشد بکنه. در آینده قطعا هر کاری که واردش بشیم دید جهانی داره. ما این موتر رو برای بازار جهانی تولید کردیم و به غیر از افغانستان بازار جهانی مردم کل دنیا دارن در موردش صحبت میکنن. چیزی که الان خیلی دغدغه است، جنگ که همیشه بوده اون کار من نیست، چیزی که خیلی دغدغه است و دغدغه خودم و تیمم هم شده این مسئله تغییرات اقلیمی است. مسئله تغییرات اقلیمی فکر کنم قسمتی از راه حل در افغانستانه. لیتیوم خیلی میتونه نقش مهمی داشته باشه در کاهش آلایندگی تولید گازهای گلخانه‌ای. احتمالاً کار بعدیمون در زمینه انرژی پاک باشه. بسیار خوب. و کسایی که میخواین که مثل شما وره به نقش پای شما میخواین که را برن و کاری که شما میکنین از شما الگو وره یا همتون میخواین که از شما انسپریشن بگیرن و یک کار کنن، مسیجتون یا ادوایستون چی خواهد بود بر اون نفر یا با اون جوان ها که میخواین مثل شما وره همتون فعالیت کنن یا به نقش پایتان برن؟ چیزی که عمیقا نگرانم کنه تاثیر رسانه هاست بر افکار عمومی. تو این مدت هم خودمون نتیجه شو دیدیم. ما در دل یک داستانی هستیم و اخباری که منتشر میشه یا اخباری که منتشر نمیشه میبینیم که چقدر زد و نقیزه. از مسئله مرگ بنده که دو سه دفعه تالا سرم حمله شده این مسئله است، تا اینکه یه سری رسانه ها ما رو بایکوت کرده بودن، اخبار ما رو نمیزدن، در صورتی که کوچکترین اخبار بی اهمیت این اخبار منعکس میکنن و یک موج خبری میسازن. اینکه بعضی از رسانه ها اخبار رو وقتی میبینن از کنترل خارج شده سعی میکنن که مصادره کنن یا سعی میکنن که تحریکش کنن. یه سری از شخصیت ها بحث معتر ما رو کل دنیا اگه اغراق نباشه میتونم بگم که متوجه شدن، ولی خیلی ها هستن در چند قدمی ما، در چند قدمی ما و سکوتی اختیار کردن که گوشای همه رو کر میکنه. 14,000 مایل اون طرفتر متوجه شده ولی کسایی هستن که صداشون نمیکشن از و ادعای این دارن که من یک تئوریسینم برای حل مشکلات افغانستان. چیزی که نگرانم میکنه این تأثیر رسانه ها بر افکار عمومی است و اینکه چقدر مردم رسانه ها رو دنبال میکنن، جهان بینیشون از رسانه ها میگیرن. رسانه ها یک قسمت عظیمی از منبع درآمدشون از بنگاه‌های سیاسیه، یه قسمت دیگرش از تبلیغات تجاریه و این دوتا برای چه بنگاه‌های سیاسی چه بنگاه‌های اقتصادی برای اینکه زنده بمونن نیاز به این دارن که یک مخاطب مصرفگرا داشته باشن. رسانه ها مصرفگرایی رو ترویج میدن، زندگی انسانی از اون ارزشش تهی شده. همه درگیر اینن که من اگه این موبایل رو نداشته باشم یا این ساعت رو نداشته باشم یا این ماشین رو نداشته باشم من از زندگی عقبم. خیلی دوست دارن که قهرمان داستان رسانه ها باشن، قهرمان داستان غالب باشن. این اشتباه است به نظر من. باید برگردن چند سالی عقبتر و اون چیزی که دوست داشتن در دوران کودکی، البته که آدم باید مسئولیت پذیر باشه در طول زندگیش، ولی اینه که قهرمان داستان خودشون باشن. رسانه ها رو اگه میتونن یه مدت امتحان کنن، یه مدت امتحان کنن، دنبال نکنن و تا خودشون تصمیم بگیرن که چی درسته چی غلط. مصرف گرایی به همون اندازه منو میترسونه که تغییرات اقلیمی منو میترسونه. خب و من سوال آخر، شاید دیگه با کمک یاد کرده باشین، اما شما در کمپنی انتاب کار میکنین نی؟ و دیگه چی چیزا را باید افغانستان منتظر باشه که انتاب تولید خواهد کرد در آینده نزدیک؟ کدام پلانی است؟ خب ببینید کمیت به نظر من مهمه. جایی که کمیت مهمه، جایی که کمیت مهم نیست اصلا صحبت در مورد کمیت اشتباه، کیفیت مهمه. اگه یک ریلی قطاری باشه به سمت رشد، به سمت توسعه،
ما قطعا اون واگن اولیم با اون لوکوموتیو اولیم، ما صنعت پیشرانیم، صنعت معتری در حضور داشت ما در افغانستان 27 صنعت دیگه دلیل برای وجود دارن. وقتی تو دلیلی برای وجود نداری قطعا نخواهی بود، اقتصاد عرضه و تقاضاست به همین سادگی. ما اون دلیله به وجود آوردیم، ما لوکوموتیوی هستیم که تمامی صنایع پشت سر خودمون رو از صنعت سوخت بگیرید تا صنعت نفت، صنعت الکترونیک، کامپیوتر، هر چیزی که فکرشو بکنید. ما لازم نیست که این تعداد واگونا رو زیاد کنیم، این واگونا هستن، ما فقط اون لوکوموتیوی هستیم که این قطارا رو دنبال خودمون میکشیم به سمت رشد. کی این ریل رو باید هموار کنه و جلوتر از ما این ریل رو بسازه، قطعا یه قسمتش نقش دولته، یه قسمتش نقش ملت. ما دلیل برای اونا به وجود میاریم که اونا دوباره اون ریل رو برای ما هموار کنن و ما هم دلیل برای جلوتر از خودمونیم و هم پشت سر خودمون. مردم منتظر این نباشن که فردا ببینن از شرکت انتاب یک تیاره بلند میشه یا از زیر زمین، نه اینطوری نیست. ما فقط همین یک موتر میتونه که لوکوموتیوی باشه برای حرکت سمت رشد. بسیار خوب. خب یک جهان سپاس از وقتتان. وقت میفهم که آخر شب هم است. انشالله دیگه همشه موفق باشین و جانتون سلامت باشه و همشه از کمپنیتون، از خودتون اما تو چیزای پر افتخار بشنویم از تون. سلامت و موفق. ممنون از وقتی که در اختیار ما. خواهش میکنم. یک جهان سپاس. ممنون. خدافظ.